به برنامه نان و گل سرخ خوش اومدید. سلام به همگی، من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با دختر 2 ساله‌ای که از سوی پلیس بلژیک به کامیونشون شلیک میشه و کشته میشه صحبت خواهیم کرد و نیاز فوری مرزهای باز. تراژدی غمگین انسانی. مصاحبه این هفتهمون با کارولان فوره، ژورنالیست فرانسوی است، در رابطه با آزادی بیان. فتوای احمقانه‌مون از پلیس لندنه و اینکه فتواشون خیلی مشابه نزدیکی داره با فتواهای عربستان سعودی. لحظه زیبای زندگیمون زنان ایرانه و شکستن جداسازی جنسی در استادیوم‌های فوتبال. با ما باشید، جایی نرید. مادا یک دختر نازنین 2 ساله با گلوله پلیس بلژیک اخیراً کشته شد. خانواده‌اش کرد عراقی ان. مادا اتفاقاً در خود آلمان به دنیا آمده و خانواده‌اش داشتن سعی می‌کردن که از طریق بلژیک به انگلیس بیان و می‌بینیم که پلیس بلژیک شلیک می‌کنه به ماشینشون و مادای عزیز نازنین 2 ساله کشته میشه. تراژدی غم انگیزیه که نتیجه سیاست ضد پناهندگی و ضد مهاجر کشورهای اروپا است. تیو فرانکن، وزیر مهاجرت بلژیک، یکی از آرشیتکتای این سیاست ضد بشری و ضد مهاجر، کسی بوده که صحبت اصلا کرده و میکنه که کشتیایی که مهاجرین رو میاره از توی دریای مدیترانه رو بعد برگردونین و اگه غرق شدن. کسی بوده که پناهنده های سودانی رو به کشورشون برگردونه که خبرش هست که یه سریشون وقتی برگشتن مورد شکنجه قرار گرفتن. و این سیاست ضد پناهندگی، ضد مهاجر، پایه و اون بندیه که تمام جنایت راست و امروز توی اروپا و دنیا به هم وصل میکنه. و چیزی که واقعیته اینه که مرزها برای پول، برای سرمایه بازه، هیچ مرزی وجود نداره. حتی برای حیوانات بازه، پرنده هایی که از یه جا میان به یه جای دیگه، و 100% برای کسایی که پول دارن، برای کسایی که سرمایه دارن مرزها بازه. اگر آدم پولدار باشه هر جایی که میخواد میتونه زندگی کنه، ولی این مرزها همش برای کسایی هن که از طبقه کارگرن و فقیرن. ولی مریم، واقعیت اینه که یک تصویر وارانه و برعکسی رو از این دنیا دارن میدن. در واقع کسایی که هیچ تولیدی تو جامعه نمی کنن و فقط به جرم این که به حکم این که وضع مالش خوبه میتونن هر جای دنیا برن، هیچ کس صحبت نمی کنه چرا این همه آدم از انگلیس یا از اروپا به این همه کشورهای دنیا مسافرت میکنن، میرن، میان، میمونن، که صحبت نمی کنه. ولی اون بخشی از جامعه که داره از فقر و از بدبختی و از اون فشار و سیاست‌های ارتجایی کشورهای خاورمیانه یا کشورهای دیگه دارن در میرن و یه زندگی بهتری میخوان انجام بدن، اینا یه دفعه مورد سوال قرار میگیرن و بعد جلوشون گرفته بشه. هیچ کس نمیپرسه که اون کسی که ثروت تولید میکنه توی جامعه، آدمایی که کار میکنن، جامعه مهاجر موتور تحرک هر اقتصادی تو دنیا، هر جای دنیا رو شما نگاه کنین، از کانادا گرفته تاریخ آمریکا رو نگاه کنین، تاریخ اروپا رو نگاه کنین، هر جا نگاه میکنین، اونجایی که مهاجرا رفتن و تولید کردن و جامعه و اقتصاد رشد کرده و زندگی بهتر شده، چطور یه دفعه این تعریف برعکس شده و مهاجر و پناهنده نمیتونه از این واقعیت برعکس شده و اینا ظاهرا میان فشار میذارن روی جامعه. و یه تا اخیراً کسایی که از انگلیس میرفتن یه جای دیگه زندگی میکردن بیشتر بود از کسایی که وارد انگلیس میشدن، برای مثال. و خب اگر همون آدمایی که رفتن میموندن، مشخصه که بیمارستانهای کافی وجود نداشت، مدارس کافی وجود نداشت. خب اینو باید ساخت برای تعداد جمعیت. دولت میگه که بازار آزاده و همه باید روی پای خودشون بایستن، ولی وقتی سرمایه و بانک
میره زیر، مشکل براش به وجود میاد، سری میان از پول مردم استفاده میکنن که این بانک‌ها رو نجات بدن. ولی وقتی میرسه به بهداشت، وقتی میرسه به خونه و مسکن و کمک به مهاجرین و پناهجویان، یهویی پول نیست. برای عروسی هری و میگن خیلی پول هست، برای ملکه خیلی پول هست، ولی برای مهاجرین هیچ وقت پول نیست. و اینا ظاهرا کسایی هستند که هیچ تولید نمیکنن. در واقع کسایی که تولید میکنن مهاجرین هستن که بیشترین کارا و خدمت رو تو هر جامعه دارن میکنن، ولی ظاهرا از این حق برخوردار نیستن که بدونن ازش استفاده بکنن، مثل پناهندگان و مهاجرین افغانی تو خود ایران. دقیقاً اینو میتونیم میتونیم ببینیم. یه چیزی رو که به نظر من باید بهش پاسخ داد، مسئله فرهنگه. این که میگن که فرهنگ مهاجرین و فرهنگ لیبرال و آزادمنش اروپا نمیخوره، این حرف کاملا بی خودیه. نگاه کن، وقتی شما یه فرهنگ ارتجایی رو بیاین مساوی بکنین با پناهنده ها و مهاجرین و بگین مثلا پناهنده هایی که ایران میان همه اسلامی های هوادار جمهوری اسلامی هستن، هر کس از افغانستان میاد طالبانه، هر کس از سوریه میاد آیسیس و داعشه، هر کس از عراق میاد این جریانات دست راستی عراقی هستن، خب معلومه شما دارین اینو تبلیغ میکنین، اینو شرایط به وجود میاری که اینا رشد بکنن. ولی اگه به شکل واقعی نگاه کنین، کسایی که دارن در میرن و پناهنده میشن کسایی هستن که از اون شرایط فرار کردن. کسی که میاد اروپا میخواد برای بچه خود زندگی اروپایی آیندهشو تضمین بکنه، که بچه‌ای که باشه آزاد باشه، بتونه آزاد بشه. خب اگه دولت‌های اروپایی و جامعه اروپا پناهنده ها رو و مهاجران رو با این فرهنگ آغشته بکنن و اینا رو مساوی بکنن و اینا رو روش بدن، خب معلومه اون چیز به وجود نمیاد. بعد در ضمن هم بالاخره فرهنگ یه چیزی نیست که تو سنگ نوشته باشه هیچ وقت تغییر نکنه. فرهنگ عوض میشه، مردم فرهنگای متفاوتی دارن. خیلی واضح است، برای مثال تو ایران فرهنگ مردم، اکثریت مردم، فرهنگ زنان، فرهنگ جوونا از فرهنگ جمهوری اسلامی خیلی متفاوته. یعنی این دوباره یه نوع تبلیغ منفی علیه مهاجرین و پناهجویان، در حالی که واقعا میشه دید که برخی اوقات پیشروترین فرهنگ و خود کسایی هستن که دارن فرار میکنن، به خاطر اینکه با پاهای خودشون با تمام سختی ها و ریسکی که وجود داره دارن میگن که ما یک زندگی دیگه میخوایم، یه زندگی بهتری میخوایم، و به همین خاطره دارن میان به اروپا، دارن سعی میکنن به اینجا برسن. شما ببینید وقتی که این بلایی رو که دارن سر پناهنده ها و مهاجرین در میارن و این سیاست، اگه هر کس فکر کنه فقط بر علیه مهاجران و پناهنده ها هستن، اشتباه کاملی میکنه. این در واقع بلاییه که میخوان سر مردم و شهروندان خود اروپا بیارن، این زمینشه. نگاه کنین، همین بلا رو امروز توی انگلیس سر شهروندایی رو میارن که دو نسل سه نسلش قبلشون از دریای کرائیب و جزایر کرائیب اومده بودن و شهروندای مملکت بودن. چون چطوری سعی میکنن اینا رو از بیمه بیکاری، از خدمات اجتماعی، کسایی که 30 سال توی سیستم بهداشت انگلیس کار کرده، وقتی خودش مریض شده رفته اونجا استفاده کنه، از گفتن نه شما مسئله شما مهاجر بودی و مثل که پرونده مهاجرت و پاسپورت درست نیست رو بعضیشون تهدید بکردن، به هزاران نفر هستن که تهدیدشون کردن که میخوام بیرونش کنن از انگلیس، و یه افتضاح بزرگی رو توی انگلیس به وجود آورد این قضیه. این بلایی که شروع میکنن بخش‌های مختلف جامعه رو، کسایی که خیال میکنن حالا امروز هم سیتیزن شدن فردا سر اونا میارن، بخش‌های مختلف جامعه رو این کار میکنن. این سیاست وارانه و ضد انسانی بر علیه مهاجرین و پناهنده ها چیزی که میخوان سر جامعه اروپا بیارن. به این خاطر جلو این رو گرفتن و خواستار باز بودن مرزا و حق پناهندگان و تصویر واقعی از پناهندگی و مهاجری رو، مهاجرت رو نشون بدین، دفاع از حقوق واقعی و جامعه آزاد اروپا است. و این کاریه که ما باید بتونیم انجام بدیم. به این خاطر ما هوادار مرزهای باز هستیم برای پذیرفتن پناهنده ها و مهاجرین. و مرزهای باز، خب بعضی میگن که این خیلی افراطیه، و خب یه واقعیت اینه که وقتی که زنا حق رأی میخواستن افراطی به نظر میومد، وقتی که بردهداری رو یه سری آدم ها میخواستن از بین ببرن افراطی به نظر میومد، ولی وقتی به این قضیه آدم نگاه کنه میبینه که مرزهای باز یک حق پایه‌ای انسانیه.
چرا فقط برای پولدارا و سرمایه‌دارا باید وجود داشته باشه؟ یه حق پایه برای همه، برای همه. همونطوری که وقتی که یکی میره بیمارستان نمیگن که دیگه نمیتونیم بیاین، 120 نفر اومدن بیمارستان دیگه بسته است، بیاین تا 10 سال دیگه وقتی چند نفر مردن بعد شما میتونین بیاین از بیمارستان استفاده کنین. این اصلا این اگر چنین حرفی رو هیچ بیمارستانه بزنه همه میریزن اعتراض میکنن، ولی وقتی اینو در رابطه با مهاجرین و پناهجویان میگن همه این خیالشون نیست. یه واقعیت اینه که این یه حق پایه‌ای باید بدون قید و شرط ازش دفاع کرد. این سیاست ضد پناهندگی و ضد مهاجر اون بندیه که تمام جریانات راست و ضد انسانی رو به هم وصل میکنه. مهم نیست خودشو مسیحی دموکرات میگه، خودشو چپ جامعه میگه، مهم نیست خودشو آتئیست و سکولار میگه، مهم نیست کسی که خودشو یه جنرال راست نوفاشیست میگه. تمام کسایی که این حرفو میزنن نقطه مشترک ضد پناهندگی و ضد مهاجرتشون چیزی که نشون میده بخش تاریک جامعه متصلن و باید افشا بشن و کسایی که خواهان بستن و مرزها و محدود کردن حرکت مهاجرین هستن به این اردوی سیاه تعلق داره. و خب یه سری آدم ها میگن که خب ما علیه مرزهای باز هستیم، چرا اینجوری جلوه میدین که این یک حرکت نژاد پرستانه است، راسیسته و یا غیر انسانیه؟ خب اگر آدم بخواد واقعیت رو بگه، بله هست، هست، به خاطر اینکه مرزهای بسته داره آدمای خیلی زیادی بیشماری رو میکشه، داره نابود میکنه، زندگی آدما رو داره از بین میبره. معلومه ضد انسانیه، معلومه نژاد پرستان و راسیسمه، معلومه علیه طبقه کارگر و فقیر فقراست، معلومه اینطوریه. همین سیاستیه که گلوله تو صورت بچه 2 ساله میزنه. همین سیاستیه که بچه رو توی سواحل اروپا غرق میکنه. همه کسایی هم که خیلیشون امروز دارن توی دریا غرق میشن به خاطر همین سیاست و همین سیاستی که واقعیت پناهندگی و مهاجرین رو وارونه نشون میده و در واقع حمله به جامعه آزاد توی اروپا. مرزها باید بدون قید و شرط باز باشن. مرزها رو باز کنیم. Carolyn Fred, it's such a pleasure to have you on our program. Always a pleasure to see you. I wanted to ask you about this event. It's Toujours Charlie, Always Charlie. Why is that important after 3 years? Because it was already painful to explain how Charlie Hebdo is an anti-racist and just secularist newspaper before the attacks. It became completely really difficult to endure the fact that we have to continue to explain that after their murders. And today most of the French are still very, very in support with Charlie Hebdo, but still we read, we are hearing people who continue to be against Charlie Hebdo, but not only against, who are really defaming Charlie Hebdo, trying to say that they are too much, too provocative, that somehow they deserve it. So we need to say that we are still Charlie just because of them. But this idea of provocation for drawing a cartoon, for speaking, and of course this is something that they say about people in other countries as well. You know, Raif Badawi shouldn't have provoked the Saudi regime. Explain this. Why is this happening and why is it so absurd to call it a provocation? I think that when people are too cowards to face the real totalitarianism, the real threat, which is today fanatism, not only today, since a while actually, they have to find excuses to not resist. And somehow it is more easy to blame those who resist, to justify to not join them. So, as you said, Raif Badawi deserve it. The protest in Iran is not about fanatism, it's about something else. It's always about something else, or it's not always not the moment to face the problem that we have with fanatism. Our fanatics are definitely the new totalitarianism. We defeat them when it was from the church,
why we should accept it when it is from another religion. The people who are in this event, they are secularist activists who are also very, very vigilant when the Catholics are trying to fight against the right for abortion, are going to put under threats the women's rights. Okay, why we should be silent when there is another fanatism who do exactly the same and sometimes worse by killing people? But what about racism? Because racism is, and bigotry is a real concern, obviously. It is for you as well. And I know it's also for mm-hmm. Charlie, isn't it? So what do you say to people who say, well, if you, when you do this, you're actually aiding the racists and the bigots and the far right? As you perfectly know, it's absolutely the contrary, actually. It's because we think that Muslim citizens are just the same as everyone, and they deserve to be treated the same way we treated the Catholic ones, that they can be smart enough to understand the sense of humor, that they can be smart enough to accept that people do not think the same than them, at least in Europe. I mean, we are supposed to be in democracy, so we are not supposed to apply the rules of the most intolerant and sometimes very racist, not sometimes, always very racist fanatics movement. So it's exactly the opposite. It's to be very for equality, that to defend secularism for all, to defend the same law for all. But I must say I'm really still in shock when I'm reading, especially sometimes the British press. I give you just one example. You know it by heart, unfortunately, Mariam, but on the Ramadan case, for example, I'm fighting since now, 30 years to explain that Tariq Ramadan is a fundamentalist. You can give him a mic if you want, but don't present him as a modernist Muslim. He's fighting the modernist Muslims, calling them Islamophobic or false Muslims. So just, I'm asking to a journalist to do their job and say that he's a fundamentalist. And now today also, people are realizing that he's more than that. He's someone who is not only having a double standard in his speech, but in his life. And still, when there is inquiries and papers in the British press, is most of the time to say that in France we are so Islamophobic that we didn't speak only about Hervé Weinstein, but also about Tariq Ramadan. But sorry, it's equality to speak about Hervé Weinstein and also about Tariq Ramadan when there is victims of both of those guys who are claiming to be raped. And what about the victims anyway, right? Where is their say? They are fighting Sorry, what I mean is, it's as if victims don't exist. It's only about defending... The rapist. Yeah, exactly. Yeah, the rapist. It's crazy. Actually, it's crazy. Because, again, I, the precaution, the accusation I've heard about, again, those victims were just saying that they've been raped by Tariq Ramadan. I didn't read it in the press about the victim of Hervé Weinstein. So if there is a double standard, it's there. It's not in the French press where we just try to cover when there is victim of rape. And what about this thing you've said about how you need to fight, you can't excuse one in order to defend another? Do you know, you said something about how you shouldn't excuse racism by defending fundamentalism? There is in the left, in a certain left, a certain idea that if we want to resist to racism, we should avoid to speak about fanatism, because there is this possibility that the danger of fanatism creates racism. But I really do believe that it is exactly the contrary. It is because leftists continue to resist to all fundamentalism, all fanatism, that we will push away the extreme right. We will show to the people that there is an alternative to the hate, which is secularism. It's a constructive way to resist to fanatism, and by the same way to resist to racism, because the extreme right cannot have this empty space to say, but at least we are saying the truth about the Islamist fanatics. So honestly, if people who wrote since years that France will elect Marine Le Pen, because I'm reading that also in the British and American press since years, that we will elect Marine Le Pen,
We didn't vote for the Brexit. But they did, yeah. The English did. We didn't elect Donald Trump. And we stopped Marine Le Pen. And why is it so? Because we have secularism. Because we have another way to say when there is problems, to face them, not cover them, not avoid them, not deny them, but still to have a constructive way, which is an anti-racist way, which is secularism. Two last questions. One is on the thing where people have said, you know, you're starting a war, Charlie Hebdo, and the sort of criticism of starting a war. What's your response to that? It's quite crazy. Already before the cartoons affair, that people were able to think that to publish cartoons in the middle of a worldwide polemic where Danish cartoonists at this time were under death threats, that it was the cartoonists who were doing the war and not the fanatics who want to kill them for a cartoon. But it's becoming more and more crazy now because they continue to say so. The cartoonists are dead. The fanatics are still at rage. They are killing everyone now. And still there is people to continue to say, but if you resist to those fanatics, you're starting a war. I mean, those people, at least they can keep silent. They don't have to blame the people who are brave enough to do the dirty work and resist, at least. Final question on the protests in Iran. Mm. What do you think about it? And you have a message. I am from the bottom of my heart with the Iranian Democrats who finally are, again, we were very moved in 2009 and we knew the bravery, they need to go back in the streets because we know the way it did end the first time or the last time. I really do believe, and you know that, the Iranian people are far more Democrats and secularists than their regime. Actually, more and more are becoming or atheist or incredibly anti-religious, but maybe more than in France, because they are living under the theocrats, so they know what is the cost of that. We cannot have the bravery, or we cannot do more than to support them, but at least the minimum, again, it's the question of responsibility for the journalists, at least we need to support them and to cover all the images, the footages they are, again, brave enough to record. Because I really believe that the situation is very different than the Green Movement, that the tension between Saudis and Iran, also the Kurd question is very important, because after what the Iranian regime did outside the country, and the Iranian army is outside the country right now, and most of it, all the energy, the outside war, we did cost so much in a time where the Iranian people didn't have enough to pay, to have their salary to eat. And this situation is also at the base of the rage, which is growing. And I think that the situation worldwide, maybe this time, can be more full of hope than the last time. So let's continue to hope. Thank you very much. Thanks to you. پلیس مسلح لندن مثل اینکه الان در تجارت انتشار فتوا هستن. میدونی چیکار کردن؟ میدونی چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ رفتن کسایی که داشتن اعتراض میکردن به فشار روی روزخاران. درسته. پلیس اومده گفته نمیتونین این کارو بکنین. مین چرا؟ چرا؟ به خاطر این گفته اعضای سفارت توی سفارت عربستان سعودی اینا روزن ناراحت میشن، احساساتشون جریان‌دار میشه. و خیلی جالبه ببینین، اعضای همین اکس مسلم انگلیس تظاهرات داشتن جلوی سفارت، بعد روی چیزن توی خیابونن، توی سفارت عربستان سعودی سن خیابون جلوی سفارت، یعنی یه جای عمومی جزو انگلیسه، جزو لندنه، و گفتن که اجازه نیست، قدغنه، به خاطر اینکه دارین توهین میکنین به احساسات کسایی که تو سفارتن، برای سفارت سرکوبگر دارن کار میکنن و توهینه بهشون. اگه دنیا بخواد بر مبنای احساسات کارکنان سفارت عربستان سعودی تنظیم بشه،
از ما خیلی خرابه. دفعه بعد سفارت جمهوری اسلامی یه حجاب و نقاب هم بکنین چون از اینجا رد شدین. اون کسایی که دارن نگاه میکنن جریحدار میشه احساسات بیچاره. فکر کنم پلیس لندن باید یه تجدید نظری در این رابطه بکنه فکر کنم نه. بدجور. ولی خب اعضای ما گوش ندادن، کار خودشونو کردن. چیکار کردن بعدش؟ همینجوری مشروب و غذا خوردن. بعد رفتن سفارت‌های دیگه. سفارت ایران و پاکستان و مصر و مراکش و تونس و پدر همشون رو در آوردن. در همبستگی با کیا؟ کسایی که روزخاری میکنن و اذیت و آزار میشن. آفرین بر این بچه. دختری گفتم آره به اینجور دست کشه دختری گفتم آره یکی زد تو گوشه اون دختره استقلالیه یکی هم زد پس گردن من مثلا بازانو خوردم زمین اونا که پسر بودن بازارسیا بلیت میفروختن مواد باش بود اونا اشکال نداشت ما اشکال داشتون دختریم وزرا بردم بند کفش تو در بیارو کمربند در بیارو لخ شو سه بار بشین بلند شو خیلی بد بود حالم خراب میشه به اون فکر میکنم حسابم خود شد فرداشم بردن دادگاه یکی با دستبند قاضی پرسید که میدونی جرم ورود زن به استادیوم چرا منی گفتم جرم نیست طبق آقا به من بگو طبق مثلا فلان ماده آقا مثلا یه دختر وارد استادیوم بشه یه ماه حبسه یه روز حبسه یه ساعت حبسه گفت که بنویس دیگه نمیام گفتم والله بازم میام هفته اردیبهشت دارم میرم طرف استادیوم آزادی بازی پرسپولیس و سفیدرود بازی اهدای جام امیدوارم بشه رد شم ما اومدیم و رد شدیم بین دو نیمه گفتم حاله که من میگه این جمعی لایف بذارم خوشی براش هم لایف داشتم دیدم یکی از میدرات میزنه بشونم خوشو بیا بیرون خوهرات من رو بردم دارم زیگه فلم کنی من میخوام بقیه بازی رو ببینم آره بعد ما مثلا ما رو میگیرم پر رویم نمیگیم ول کنیم بریم خونه ولم کن میخوام بقیه بازی رو ببینم بازی رو ببینم بگو گفتم این فانتینا رو باید بیارم به خاطر اینکه اون میاد سخت نمیگردن اگر هم بفهم من دختری ردت میکنم بریم بازی کنم دم گیت اول مموره من دیگه این زهر زنان ایران دارن سرسختانه علیه جداسازی جنسی مبارزه میکنن این ویدیو خیلی به روشنی نشون داد که در حالی که تهدید میشن اذیت میشن آزار میشن به طور خیلی جدی هم این واقعیت وجود داره در این حال همچنان مبارزه خودشونو برای از بین بردن جداسازی جنسی دارن ادامه میدن و جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی زنان این ایران رو بگیره اعتماد به نفس و اینکه حق طبیعی انسانه که از ورزش و دخالت امور اجتماعی لذت ببره و شرکت بکنه جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه زنان ایران رو در واقع به شکست بکشونه زنان ایران هستن که با جمهوری اسلامی رو سر جاش می‌نشونن و زنده باد زنان ایران و زنده باد مبارزه علیه جداسازی جنسی دقیقاً این ما رو میاره به پایان برنامه این هفتمون از جانب من و مریم تا هفته آینده گودبای Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya.
We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.